با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمانداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات داخلی و بین‌المللی در این روزها. درود بر تو تغییر عزیز. منم همینطور به خودت و شنوندگان و بینندگان عزیز درود میفرستم. همچنان ماشین کشتار در حال کشتارهای بزرگه و سرکوب‌های گسترده یه حکومتی گسترده‌تر میشه و تلاش‌ها برای توقف دستگیری‌ها و دستگیری فعالان مدنی و لغو شکنجه و اعدام و درخواست‌ها برای لغو این مجازات سازمان یافته دولتی، قتل دولتی در حال افزایشه. دست کم 142 نفر در ماه گذشته اعدام شدند و 307 نفر در 5 ماه گذشته که بی سابقه است، رکورد بسیار بسیار بالای حکومت اسلامی در این کشتارها داره و مدام شهروندان بلوچ و کرد و عرب و در میان این اعدام شدگانند و بسیاران دیگری که از سرکوبها جانی در واقع نمیتونن به در ببرند. محرومیت های بزرگ رو ما علیه شهروندان بهایی شاهدیم و علیه بسیارانی از زنانی که مدام در حال سرکوب های گسترده ترند. اسناد و شواهد و شاهدین از لخ کردن زندانیان و تحقیر اونها صحبت میکنه و فیلم برداری از لخ کردن زنان در زنان زندانی، و این در شرایطی که حکومت اسلامی سفرای کشورهای اروپایی رو، دیپلمات ها رو برای دیدار از زندان قرچک بعد از خارج کردن همه زندانیان سیاسی از اونجا برده برای یک نمایش که از این بدنامترین زندان حکومت اسلامی چهره دیگری بسازه و تصویرهای دیگری معکوسی که همه شاید بخواد همه شاهدین و شواهد رو زیر ببره. تو این شرایط شما چگونه به این هم جنبش ضد اعدام که به یک جنبش گسترده دادخواهی در سراسر کشور تبدیل شده و جهان هم با چشمی انسانی و همبستگیوار بهش نگاه میکنه، شما نگاه میکنید، چه تصویری از این موقعیت دارید و دلایل این در واقع خشونت سازمان یافته رو چه میبینید؟ ببین، الان واقعیت اینه که حکومت تمام تمرکزش رو به معنی که اهرمی که در دست داره و میتونه با این کنترل خودش رو که در حال از دست دادنه و بخش‌های زیادی از جامعه دیگه می‌بینیم، مثلا در مورد حجاب خب رژیم تمام نیروش و تمام تلاش‌هاش و همه چیزش رو متمرکز کرده، نتونسته اونطور که می‌خواد اون حجاب اجباری رو تحمیل کنه به جامعه. حجاب اختیاری الان تبدیل شده به یک مسئله و نرمی که گزارشگران خارجی هم وقتی میان یه عبوری از ایران می‌کنن اینو باستاب میدن در جاهای مختلف کشور. پس بنابراین رژیم تنها اهرمش اینه. خامنه‌ای هم قبلا اعلام کرده بود، اون خدای دهه 60 که اعلام کرده بود، گفته بود که اون ما وضعیت‌های بدتر از این هم داشتیم در گذشته ها، اینطوری نباید نگران بود، ما این اهرم رو داریم و با خشونت تونستیم در گذشته خودمون حفظ کنیم، الان هم چیه از اون ابایی نخواهیم داشت. خب در واقع دستورالعمل هم به صورت خیلی صریح، حالا این رسمی و بیان رسمیه، ولی در پشت پرده که میدونیم که دستورالعمل‌های خیلی خشن و 100% نه با استعاره نه نمیدونم با کلیات با واژگان صادر میشه. خب این واقعیت اینه که رژیم وقتی میبینه که هنوز نمیتونه جامعه رو کنترل کنه، جنبش حجاب مثلا اختیاری داره همچنان پیش میره و اون بخش های از خانواده هم که تردید داشتن الان به سمت حمایت از فرزندانشون از این
مثلا نرم زندگی، حق زندگی که هر کس داره، حق پوشش دفاع میکنه و رژیم در این زمینه انزوا کامل داره تجربه میکنه. خب با توجه به اینها رژیم در یک چنین فاصله ای که از این مثلا ضرورت و این که نافرمانی داره ادامه پیدا میکنه، اگر با اون جنبش خیابانی هم افت کرده به طور نسبی و از یک طرف دیگه از نظر بین‌المللی هم بهش یه دستمزدهایی میدن. در واقع میبینیم که مثلا بلژیک و اینا چی کار میکنن در یه چنین وانفسایی، در واقع اون چیزی که ادعا میکنن حقوق بشر و تمام این کبکبه و اینهاشون رو چجوری ارزان میفروشند و ما شاهدش هستیم. اروپا هم ساکته، بقیه کشورها هم ساکتن، خود بلژیک در واقع همون مقر اروپاست، همچنین سیاستش اینه یک کشور این کار رو میکنه، بقیه کشورها هم تأثیر ادامه میکنن. از ممکنه حتی رژیم الان میگن صحبت هایی هستش که مذاکرات با سوئد و اینا میکنه با اون جریان های راست که اینا زیاد به حقوق بشر پابند نیستن، که اگر افکار و فشارش نباشه در همون سوئد، در جاهای دیگه در دنیا اینا خیلی راحت تر میتونن معامله بکنن. با اونا میبینیم که انگار که مثلا به یه جنبشی دخیل بسته بودن که رژیم انقریب سرنگون بشه، نشده، حالا مثلا فرض کن به این ور خم میشن. خب این جریان ها اتفاق، یعنی یه چنین خلایی اتفاق افتاده و بعد به اضافه این علاوه بر این دو سه تا جنبه، خود اپوزیسیون هم در خارج به دلایل همین ماجراهایی که اتفاق افتاد، این ائتلاف ها، این بادکنک هایی که هوا کردند، ترکید، از اول هم مشخص بود، منتها خب وقتی امیدی، حرکتی، انتظاری وقتی میتره که خب اون حرکت و اون جنبش و جوشش قبلی ضربه میخوره دیگه. بزرگترین در واقع ضربه ای که اینا میزنن همینه، به جای اینکه از جنبش حمایت کنن عملا جز رخوت و ناامیدی و سستی ایجاد نمیکنن با این نوع به اصطلاح سرهمبندی های قلابی، زودرس، آکنده از مسائلی که حل نشده، گرایش هایی که اصلا با هم نمیتونن جور باشن، کنار هم میشینن ولی چند صباح دیگه مثل کفی از بین میرن که رو دریا ایجاد میشه و میبینیم حباب هایی که چگونه به کف تبدیل میشن. خب اینا همه فرصتی فراهم کرده که رژیمی که این جنبه ها رو تست کرده و مسئله بود و نبود چه مسئله اصلیشه و اهرم اصلیش هم سرکوب هست، بیش از هر زمانی این وسوسه رو داشته باشه که گویا میتونه در یه همین جهان راحت. خب من وقتی ایران مثال زدم بعد اون حقوق بشر هم میگفتم چگونه مثلا اون جاها بهش امتیاز میدن، البته حالا قطعنامه های دارن صادر میکنن مثلا منابع حقوق بشر نهادها که بتونن اونو پس بگیرن، اونو محکوم بکنن سازمان ملل، ولی در قیاب مثلا چنین فضاهای این رژیم خودش رو در واقع خیلی دلگرم میبینیم که خب هم میکشم تو داخل، همان کسی با ما مسئله ای نداره، این حقوق بشر اینا همه تبل تو خالی میشه. اپوزیسیون هم که اونطوری، اون اپوزیسیون میگم، من اون اپوزیسیون رو تو گیومر میگم که سسرا انداختند و مرک گیری کردند و حالا مفتادن به جون هم و معلوم نیست چی میخوان بکنن، ولی خب ادعاهای پرتمترا خیلی زیاد داشتن، رسانه های کلان، صداهای بزرگ، ولی بدون عقبه، بدون پشتواره، بدون تاکتیک، استراتژی، گفتمان تو خالی. خب اینها فضاهایی است که میآفرینه برای رژیم که بتونه بیش از هر زمانی این رعب و وحشت و النصر به رعب اینو در جامعه ایجاد کنه. تمام تلاشش اینه. به همین دلیلی که در هم شکستن حالا اون مسئله حجاب اجباری یک مثلا فاز مختلف جنبه نداره، بعد مسئله اعدام، زندانی، خشونت، اینها اهرم بسیار مهم و خطرناکی است که رژیم به کار میگیره و باید خونسا بشه. و ما باید بتونیم اگر سنجیده تمام نیروهامون آرایش ندیم، اگر تمام زرادخانه های خودمون رو به نحو بهینه استفاده نکنیم، اگر فشارهای جهانی، نهادها، همه اینها رو تقویت نکنیم، اگر رژیم رو مثلا رها کنیم که بتونه معامله کنیم با همین دولت‌ها، با همین قدرت‌ها، مسلماً فاجعه خواهد بود. ببین اخیراً مثلا وقتی اینو میبینیم آژیر و وقاحت و درندگی، سخنان اژه‌ای اومد چی گفت؟ در این شرایطی که با این اعدامایی که شمارش هم گفتن خودتون تعدادشو و 70% کشتارهای جهانیه، اعدامهای جهانیه، قتل عمد جهانی
وسیله حکومت اسلامی صورت میگیره. به همین حکومتی که ما تو مملکتون باش درگیر هستیم، 70% شوخی نیست که یک جهان یه طرف سنگینتر مال یک طرف کشوری مثل ایران، حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی. ببینید در یه چنین شرایطی میاد میگه که اونها همونطور که لازم بود اعدام کردیم، اونها هم که اعدام باید بشن اعدام خواهیم کرد، یعنی گوشون به هیچ چیزی هم توجه نداریم و بعدم جهان هم کاری نداریم. این به سخره گرفتن تمام این ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر انسانی و افکار داخلی مردم هم که اصلا ارزشی براشون نداره. بعد رژیم هم خطرناک ترین مسئله، مسئله خارجی نیست. میبینیم که با بندوبست‌هایی که میکنن در همین مذاکرات هسته‌ای، مثلا با آژانس میبینیش همه درست مثل اون دفعه هم تکرار شد، اصلا دائما داره تکرار میشه. موقعی که مثلا اجلاس آژانس هفته پیش اینا بلافاصله سازش‌های میکنن، دعوتش میکنن، کوتاه میان، دو سه دوربین وصل میکنن، دو سه تا امتیازاتی میدن، مثلا الان مثلا این کار کرد، نه همه اون چیزهایی که قرار بوده بدن. موردی مثلا سایتی رو مایدان چیکار کردن، مثلا فرض کن اطلاعات لازمه دادن، اونا هم گفتن این حل شد. خب در یه چنین فضایی جز این که رژیم مشوق اصلاح پیدا بکنه برای ترور رژیم ترور برای ترور معلومه دنبال فضاست، این اتفاق میفته و اجرایی هم با وقاحت اینطوری میاد میگه در سطح جان. البته در درون خودش هم اعتراض هایی هست، حتی در جامعه که به طریق اولا دارن علیه اعدام و خونسا کردن این مبارزه میکنن، جوانان، زنان در خیابان ها و پیشروان و بخش های مختلف جنبش های اجتماعی طبقاتی. منتها واقعیت اینه که ما باید بتونیم به شکل خیلی نیرومند با اهرم قوی، از جمله مسئله ای که در این رابطه مطرحی میخوام اشاره بکنم، مسئله چپ هست، نیروهای رادیکال به خصوص در خارج کشور، چون در داخل زیر فشار هم وظایفشون انجام میدن، کاراشون رو میکنن. در خارج که امکانات و فرصت هایی هست و رژیم اون اتوریته و اعمال و فضاهای بسته رو نمیتونه دیکته بکنه، خب معلومه نقش مهمی است. به خصوص این اپوزیسیونی که سرسرا انداخته، هارتپوت رو انداخته، ای رفته دنبال قدرت ها، نمیدونم پول بدید فلان بدید، اعتصاب میخوام راه بندازیم، نمیدونم به رسمیت بشناسیم، اینجا هی سر صداهای نمایشی، نمیدونم اونجا سخنرانی کنیم، اونجا بریم تو نمیدونم سازمان ملل، اونجا بریم نمیدونم فلان این داستان ها، اینها هیچ کدوم مبارزه واقعی نیستن، یعنی اصلا ربطی ندارن به مسائل، بیشتر برای مطرح کردن خودشونن، برای اینکه خودشونو به اساس صورتشون سیلی سرخ کنن و بگن ما مهم هستیم، رفتیم اسرائیل پیروز شدیم، موفق شدیم. کی موفق شدیم که چی؟ برای چی؟ جنبش چی؟ چیکار کردیم؟ چه میکنه؟ چه تأثیری میذاره؟ اصلا چه ربطی داره؟ یعنی معلومه که برای ربطش اینه که خودمشون میخوام مطرح کنم. آجیتاتورهایی میان که اصلا واقعا از نظر فکری آشفته و فقط سرسپرده مثلا یک قدرتی که اقتدار جدید میبینی که تماما بر همین مسیر میکوبن که ذهن مسائل فرعی رو بزرگ کنن. خب در این رابطه من فکر میکنم نیروهای چپ، نیروهای دموکرات و اسلام مترقی در خارج نقش بسیار مهمی دارن که بتونن رو مسئله اعدام ها و زندانیان، نه مسائل بزرگ، اصلا اتحاد عمل حول مهمترین مسئله است، همونطور که در مورد حمایت از حجاب اختیاری و حق پوشش هست. اینجا باید، چون حلقه پیشروی در حکومت‌های استبدادی در سرکوب همون اعدام، در زمان شاه هم اینطوری شد، موقعی که رژیم نتونه زندان‌ها رو کنترل کنه، موقعی که نتونه اعدام بکنه، موقعی که شکنجه اینا زیر بازرسی جهانی قرار گرفت، حکومت از درون پاشید، در واقع ساواک اقتدار شد دست داد. اونجا تماما شکنجه بود و درگیری و بگیر و ببند و کمیته‌ها و اینها، خیابان‌ها، همه اینا یه دفعه سست شد. معلومه که حکومت‌های استبدادی که مسئله اصلیشون سرکوب و اقتداره، پنچر شدن این قسمت، زیر ضرب رفتن این قسمت بسیار اهمیت داره برای فروریزی اقتدار. پس بنابراین در این رابطه چپ‌ها میتونن رو مسائل مثل نیروهای دموکرات، افراد، نه فقط گروه‌ها، علاوه بر اونها همه نیروهایی که به حال با حکومت اسلامی و با دموکراسی و با عدالت اجتماعی پیوند دارن، خب اینها باید بتونن اتحاد عمل‌های بسیار سریع‌تر و حساب شده تر، نه فقط منفرد، بلکه از نظر رسانه‌ای، از نظر فشار به جنبه های مختلف، به نهادها، تشکل ها، کارگران و جنبش هایی که فشار بیارن به دولت های خودشون،
در مورد مسئله همین کشتار و اعدام، این بسیار بحثیت کننده هست سوژهش، موضوع. پس بنابراین من حول این تمام امکانات رو به صورت سنجیده، نه فقط به صورت واکنشی و پیوسته، برای اینکه رژیم در این عرصه پنچر بشه و پیشروی و نفس کشیدن جنبش هم از این کانال خواهد شد. البته این معنی نیست که داخل نقش مهمی دارن، میگم اونجا سر جاش خیلی به اهمیت دارن و میکنن، ولی ما در حمایت از اونها باید بتونیم چیکار کنیم. نیروهای، در یکی از این آمارها بود که 99% ایرانی ها در خارج سیاسی هستند. حالا یه تعدادشون مثلا ممکن است خیلی راست باشن، راست افراطی باشن، ولی بخش زیادی طرفدار دموکراسی، طرفدار برابری، آزادی، علیه زندانیان، اینا هستن ادام. پس بنابراین میشه نیروهایی که موجودن با توجه به خطری که هست و نقشی که در جنبش داره ما روش کار کنیم، حتی گفتگوهای زیادی داشتیم چگونه اینو به شکل قوی، پرچمی که اونا به قلابی بلند کرده بودند و سر صدا، این جنبش ها، این رادیکال ها، این چپ ها، این دموکرات ها بردارن این چم. خب الان هم ما خب در گذشته هم شاهد همین فعالیت های گروه ها، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، شورای نهادها و گروه های چپ و دموکرات فراخوان های گسترده‌ای دادن در توی تمام این 40 سال. واقعا این مشعل مبارزه علیه اعدام و حکومت اعدام رو روشن نگه داشتن و طبیعی، خصوصا در این دوره خیزش های گسترده و در همین دوره که فراخوان های متعددی علیه مسئله اعدام و این سیاست خشن حکومتی، جنایتکاران حکومتی داره اجرا میشه، طبیعی اتحاد عمل های گسترده تر ضروریه و خصوصا این توی یک مثل موج هایی نیست که برن و ناپدید بشن، به عنوان یک موج پایدار که میتونه آینده سیاسی ایران رو هم در واقع رقم بزنه. طبعا همکاری های گسترده بین نیروهای آزادی ها و ترقی ها و چپ ضرورت اساسی داره، خصوصا الان هم که ما شاهد یک سری فراخوان هایی بودیم هستیم برای 10، 11، 12، 13 خرداد که در همه دنیا، در ایران و در خارج از کشور، گروه های مختلف برای اعتراض به اعدام ها، برای نجات جان همه زندانیان سیاسی و زندانیان در واقع و گرامی داشت همه، یاد همه جانباختگان این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، بیان توی خیابون و اقدام بکنن که امیدوارم این فراخوان اونها جواب بگیره. در این حال توی همین دوره که ما هستیم شاید یک سری تحولاتی هم توی عرصه جهانی هستیم، خصوصا این مسئله جنگ قدیمی، جنگ طولانی روسیه و اوکراین داره به یک نقطه بسیار حساسی میرسه. به عنوان یک اقدام نمادین، حداقل دولت پارلمان اوکراین ایران رو به یک تحریم 50 ساله در واقع محکوم کرد و این تحریم قطعاً روی مسئله صدور بسیاری از غلات و بسیاری از چیزها در آینده هم حتی روی ایران تأثیر خواهد داشت و تأثیرات جدی روی انزوای حکومت داره و خواهان این شدن که حکومت ایران رو به عنوان جنایت علیه بشریت به خاطر این حضورشون در جنگ اوکراین در واقع محکوم کنن. توی این دوره ما شاهد یک سری، یعنی توی نزدیک یک سال، حملات روسیه بودیم به اوکراین، موشک زدن ها و اقدامات بسیار تجاوزکارانه ای که در اونجا صورت گرفت. الان ما شاهد اقدامات متقابلی هستیم، یعنی مسلح تر شدن اوکراین، دادن هواپیماهای جنگنده، موشک ها و بسیاری از اقدامات، یعنی چیزهای تهاجمی، وسایل تهاجمی برای دفاع از اوکراین. شما چگونه میبینین این قضیه رو؟ چون که خود فقط این مسئله اوکراین نیست که ایران رو زیر فشار قرار میده، سفر رئیس جمهور اسرائیل به آذربایجان و
فشارهایی که از اون طریق هم میاد با توجه به تنش‌های زیادی که بین ایران و آذربایجان هست، بین ایران و طالبان هست، بین ایران و کشورهای خلیج هست، که ما شاهدیم که امارات متحده هم از اون به اصطلاح ائتلاف امنیتی دریایی به خاطر اعتراض به عدم اقدام فعال ایالات متحده در دفاع از کشتیرانی خارج شده و نشون میده که اوضاع منطقه به سوی آرامش نمیره، به سوی تنش‌های بیشتری میره. شما دفعه قبل هم اشاره کردین حضور ناوگان ایالات متحده با حضور چیزای فرماندهان نظامی فرانسوی و انگلیسی بر روی ناوگان و گذرشون از خود تنگه هرمز نشانه یک سری تنش‌هایی که ما در جنوب و شمال و غرب و شرق ایران شاهد هستیم. شما چگونه می‌بینید این وقایع بین‌المللی رو تأثیراتش توی اوضاع سیاسی ایران؟ بحران جهانی خب یه واقعیتی است که از مدت‌ها قبل شروع شده و دوران پس از کرونا هم نه مثلا دوران رونق، دوران آرامش، بلکه دوران تشدید بحران شد. فخامتش هم بیشتر شده و نشون داد که مسئله جهان یک بحران نیست، عمیق‌تره، بحران‌های متعددی رو درگیر هست و ما با پدیده انباشت بحران‌ها و فقدان سیاست‌های مثلا مورد توافق قدرت‌ها مواجه هستیم. خب وضعیت اینه، بحران ها انباش پیدا میکنن ولی توافقی نیست در افق، در وضعیت سیاسی دیده نمیشه. خب این وضعیت است که به قدر کافی دراماتیکه و آجیر خطر رو برای همه میکشه. مثلا فرض کنید کیسینجر میبینیم میاد خطر جنگ جهانی سوم رو به عنوان یک موقعیتی که جهان امروز از در موقعیت کلاسیک بهش میگه، مثل جنگ جهانی اول، اون موقعیتی کلاسیک الان بر جهان حاکمه، پیدا شده علائمش، نشانه هاش. خب بر مبنای این احساس، حالا داره یک نظریه مثل آدم سیاسی خیلی محافظه کار و برحال، ولی دستن در کار داره میگیم که برحال داره صحبت میکنه در مورد اوضاع و پرسش های مربوط به این دخامت جهان، اوضاعش چجوریه، جنگ چجوری میشه، همین مسئله اوکراین از جمله و مسئله تایوان. ببینید در رابطه با اون میگه که 5 تا 10 سال بیشتر فرصت وجود نداره، جهان در مسیر تصادم چین و آمریکا و البته همین متحدینش مثل روسیه، غرب و شرق قرار میگیره. این گویی ممکنه باشه ولی به هر حال روندها رو اشاره بهش میکنه و چگونه هم هوش مصنوعی هم به عنوان یک پارامتر جدید امنیتی در این فضا وارد میشه و تأثیر خیلی زیادی میذاره به عنوان یک موضوع که امنیت جهان گره میخوره با او. خب پس بنابراین وضعیت اینطوریه، یعنی از نظر اوضاع جهان اینطوریه. و در این رابطه وقتی میبینیم که الان مثلا بیش از یک سال 15-16 ماه این جنگ ادامه پیدا کرده ولی جهان نظارگره، نظارگر. خب خیلی عجیبه، قدرت هایی که هم هسته ای دارن هم دارن همدیگر میکشن شب و روز، اونم در کجا؟ در خود قاره اروپا، در مرزهای درون اون که مدت ها بود بسیار جنگ ندیده بود، از جنگ جهانی دوم موردی دیده بود ولی با قدرت های بزرگ سر کار نداشت. و الان میبینید که خب این هست، مسئله مرزها مطرحه، مسئله اصلا چگونه به اصطلاح اتحادشون رو با اوکراین اینها پیش ببرن، چون به هر حال جنگ یه دو طرف نداره، مثلا فرض کن روسیه و دو تا کشور اوکراین، بلکه سفارای بزرگی پشتش هست از هر دو سو، پس مخصوصا که غرب. خب ببینید در رابطه با این میبینیم که همین که اشاره هم شد، اشاره کردی خودتم در مورد این حمله اوکراین به روسیه، مثلا مدتی شروع شده اخیرا ولی مثلا هنوز تکچوش بوده، داره به نقطه های جدید، یعنی تغییر فاز مثلا جنگ
به مراحل بسیار خطرناکترش رو داره به ما گوشزد میکنه، به بشر. چرا؟ برای اینکه روسیه که بارها گفته بود، نه که حالا اون گفته، اصلا اولتیماتوم همه چیز رو این جنگ هم روی این شروع کرده که مسئله مثلا اوکراین اگر بخواد تو ناتو بره، اگر غرب بخواد مثلا متحد بشه، اگر بخواد مثلا تبدیل کنه به جنگ غرب با علیه ما، خب ما دیگه با ابزارها و امکانات دیگه وارد میشیم صحنه. خب روسیه هم به هر حال ابزارهای مثلا انباشتهای هسته‌ایش خیلی قویه دیگه، مثلا آمریکا این دوتا بیشترین خیلی فراتر از اصلا 90% تمام تسلیحات مخرب بین همین دوتا هستن. به تدریج چین هم داره اضافه میشه و این توازن یه جور دیگه خواهد شد سه جانبه، ولی تا همین مدت ها اینطوری بوده و هست. خب اینا مثلا همینطور که کیسینجر هم میگه، میگه که ظرفیت تخریب جهان بسیار بالاست امروز، فرق میکنه با دوره های جنگ اول، دوم و مشابهات قبلیش. ویژگی این دفعه اینه، یعنی بسیار بسیار ویرانگر و نابودگر. معلوم نیست که از این جنگ چی در بیاد، چه صلحی، چه جامعه، چه بقایی از بسیار جامعه تمدن بشری، همه اینا سوال خواهد بود. پس بنابراین این خودش نقطه فاز است که اوکراین داره حمله میکنه و البته ما میدونیم در این زمینه غرب اینا چجوری بسیار چراغ سبز میدن، از پهلو ظاهرن مسئولیت نمیپذیرن و میگن باید تحقیق کنیم ببینیم کی زده، ما داریم بررسی میکنیم فلان میکنیم، یعنی از خودشونو به نشنیدن زدن با این آژیرهایی که الان اتفاق میفته. حتی از کیسینجر خوب میگه در این مورد، حالا یه محافظه‌کار به زبان اون ما حرفامونو میزنیم، ولی وقتی از زبان اونم بیان میشه خب خیلی مثلا مهم هستش که مطرح میکنه که ترامپ صحنه رو عوض کرد، رابطه بین این دو تا بلوک ها رو و چین رو مثلا خیلی عمده کرد و مسئله تجاری و جنگ و تجاری اقتصاد و وساحات کرد و خود بایدن هم همون سیاست ادامه میده و این دوتا هیچ نقشی چیزی مثبتی در این رابطه ندارن و خطرناک هستن هر دوشون. و اون حزب جمهوری خواه که خودش از اون مثلا تیره و تبار بوده میگه اونا هم باید بتونن رهبران جدیدی بیافرینن، از این حرفا میزنه دیگه، یعنی اونا مثلا وضعیتشون بدتر از این هاست، خطرناکتر از تاسیس دموکرات هستن. گفته دموکرات هم لفاظه میکنه، همون سیاست های جمهوری خواهان رو در این حوزه پیش میبره با لفاظی های دیگه ای. این جمله شه. پس بنابراین ببینید دارن همینطوری چشمشون رو ببندن و این جریان ها رو ادامه میدن و بعدش هم میگن که ما نه، ما تأیید نمی کنیم مثلا به روسیه حمله بشه ظاهرا، برای اینکه مسئولیتش رو میخواد نپذیرن، حتی دارن میکنن در عمل ولی از مسئولیتش فرار میکنن. و میبینیم کشورهای اروپا هم این خیالشون نیست، نه حساسیتی نه آژیری که جلوی، حتی اخیرا زلنسکی دیدیم که اومد مطرح کرد خیلی شدید با گلیم چون تعرض پیدا کرده، اونم میدونه که غرب به هر حال دیگه الان مسئله اوکراین نیست، مسئله خودش هست و چین و به اصطلاح روسیه و این بلوفبندی ها و نظم جهانی، اینا رو خوب فهمیده، مطرح میکنه که گله کرده یا حالا اسمش گلاس، ولی انتقاد کرده که ما چرا تو ناتو نمیریم، چرا نیوردین، چرا یه عقب میندازیم ما رو، در حالی که میدونیم روسیه هم قبلا اعلام کرده اینو، اولتیماتوم داده حتی که خط قرمز ماست ناتو رفتن، چون ناتو میاد تو مرزهای ما هم مرز و بعد تهدید و به هر حال برای ما امنیت مهمیه، نمیتونیم ساکت بنشینیم. به هر حال روسیه هم حالا درست نه درست کار نداریم، کشورها هستن هر کدومشون دیوانگی های خودشون دارن، وقتی جنگ مطرح بشه دیگه عقل در کار نیست که، عقل بسته میشه، راه های همبستگی راه پیدا کردن مثلا دشواری ها رو آدم بتونن با هم راه های مشترکی پیدا، اینا همه راهش بسته میشه، جنگ ادامه سیاست در شرایطی سیاست به بنبست میرسه برای گشودن بنبست شروع میشه، ادامه سیاست در شرایطی که سیاست دیگه نمیتونه خودش کاری بکنه، دستش بر نمیاد چیزی. خب پس بنابراین این جنگ وقتی وارد این مرحله میشه پس معنیش روشنه. خب در یه چنین شرایطی جنگ جهانی سوم که آژیرش کشیده میشه واسه دیگران که قبلا به کرات کشیده که حالا مثلا تیپای مثل محافظه‌کارا مثل همین کیسینجر هم وارد شدن، حالا در اوج 60 سالگیش باز خوب عقلش به این جزء کار میکنه و خودش یه پدیده است، ولی بسیار مهمه که ما اینو
میشنویم که مسئله ایناست. ولی اون چیزی که در مورد کیسینجر غایبه، خب خیلی بحثا کرده، خارج از فرصت شد اینجا باشه من الان بتونم بهش برسم، ولی یک مسئله اینه که همش به همین دیپلماسی، به بالا، به دیپلماسی فقط و به بالا نگاه میکنه، در حالی که مسائل اقتصاد، سیاسی، کلام، بحران هایی که جامعه جهانی رو به اینجا کشونده که فقط دیپلماسی نیست، که دیپلماسی باستابی از این روندها و مناسبات و مشکلات و روابط قدرت هاست، ولی در اون حوزه ها اصلا وارد نمیشه، انگار که مسئله اقتصاد، مسئله بحران ها، مسئله نمیدونم حقوق بشر، مسئله فقر جهانی، این قحطی ها، اینا مسئله نیست. این جنگ ها، مهاجرت ها، گرایش های راست از کجا میان؟ هی به اونا میگه مثلا اخلاقتون عوض کنید، ادبیات نوبت کنید. خب وقتی مهاجرت میریزه، بحران ایجاد میشه، خب معلومه راستا اونو تبدیل میکنن به ابزار پیشروی خودشون و تحریک افکار رو بدارن میکنن. در اروپا گرد دارن این کار. پس بنابراین مسئله ای که به این توجه نداره، فقط به بالا نگاه میکنه، اونم به دیپلماسی، نه به پایه ها. دوم مسئله که جنبش صلح فقط فکر میکنه خود اونا، انتظار داره خود اونا عاقل بشن، حالا در چه شبی، در چه فضایی عاقل بشن، ممکن اصلا دیگه بشر زنده نمونه، معلوم نیست به اونا که تخیل بستن. فکر میکنه که میشه اونها خطر رو جدی، مثلا نصیحتی بشه، تأکیدی بشه، شاید روبراه بشه ذهنشون، فکرشون. ولی مسئله این نیست، مسائل منافع، تضادها، همینطور که خود اینم اشاره میکنه که جنگ در نقشه های جدید و نظم جدیدی میخواد، که چین و هند و نمیدونم آمریکا و اروپا و اوکراین بتونن با هم یه توافقی داشته باشن در اداره این جهان، نظم جدید. بدون این نمیشه، یعنی الان ما داریم گذشته زیر سوال رفته، ولی طرح جدیدی که توافق بشه وجود نداره. با توجه به این مسئله، به جنبش صلح هم که به عنوان نیروی محرکه و اهرم پیشروی، اون هشداری که میتونه به دولت‌ها، به قدرت‌ها بده، همون جنبشه. جنبش، خب این البته با توصیه نمیشه، این برمیگرده به اونا، بر نمیگرده به خود جامعه بشری برمیگرده، که به اندازه‌ای که به هر حال نوار صحنه بشن، فعال بشن، اوضاع رو درک کنن. مهم اینه که وضعیت رو درک کنیم، خطرات درک کنیم، فرصت‌ها رو، تهدیدها رو ارزیابی داشته باشیم و بتونیم بر مبنای اینا، بر مبنای ادامه زندگی بشر و مقابله با ضد تمدن و بربریت، نیروهاشو بسیج کنه و نقش آفرینی کنه. ما راه دیگه نداریم برای این بعد از قضیه جنبش های صلح، از بار شکست سنگی و آوار گذشته و در بیان در سطح جهانی وقت صحبت میکنیم و بتونن در مقابل به اصطلاح این تعرضات، تهاجمات این قدرت های بزرگ که هیچ بی محابا میتازه، همشون، چه روسیه که تهدید میکنه و هسته ای اگه نکنید، نمیدونم باور حرفای من نپذیرید، من میکنم، استفاده میکنم، تهدید زمینی میکنه دائما، چه اینها که بیخیالند و میخوان مثلا روسیه رو دماغشو به خاک بمالونن از در خودشون. خب این شوخیه دیگه، یعنی شوخیه با زندگی بشره. منظورم اینه که تمدن بشری رو در واقع به تمسخر گرفتن، زندگی انسان ها، میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر رو. خب اینجا ما مثلا حلقه مفقوده صلح رو داریم که به قدر کافی نیرومند نیست و این یکی از وظایف تمام آدم هایی که به حال بشر وجدان داره و منافع مشترک هم داره و منافع مشترک هم در برابر هم نیستن، مثل محیط زیست بحرانش، مثل بحران اقتصادی، مثل بحران مهاجرت، همه اینا و خیلی از این مسائل، همین مثلا هوش مصنوعی که وارد شده و مسائلی که به شدت مثلا مهمه، میافری نظر امنیت، اینا همه اینها مسائل مشترک بشر هم. یعنی بشر مسائل مشترک کلان امروزی داره که در گذشته نبود. حول اینها باید بتونه کاملا یک آرایش بزرگی رو در دفاع از خودش، منافعش و علیه جنگ بسیج کنه. حالا متاسفانه خب شرایط جهانی، خصوصا بعد از واقعا بحران کرونا و شکست های متعددی که شده، باعث شده که جنبش صلح واقعا نتونه در مقابل این حرکت جنگ طلبانه و روند سیاست حاکم بر جهان که تشدید مسابقه تسلیحاتی، تشدید تنش‌های نظامی توی بسیاری از مناطق جهانه، بتونه وایسه. ما هم یک جنگ پنهان
پنهان رو داریم در بسیاری از مناطق جهان که راست و نیروهای واقعا نئواستعماری در حال پیشروی هستند. در این حال در روند جنگ اوکراین هم که داره به یک قسمتی از زندگی روزمره شهروندان در همه جهان تبدیل میشه، یعنی میپذیرند که به واسطه این بحرانهای دیگری رو انباشت میکنه کنارش، که احتمالا خب مسئله خب اوضاع خاورمیانه و درگیری هایی که در منطقه شبه جزیره چین وجود داره و اطرافش، اونجا هم ما شاهد تنش های گسترده خواهیم بود که میشه گفت که واقعا جهان نارامی در مقابل ماست، جهان بسیار پر ابهامی که جنبش های آزادی بخش و صلح طلب نقششون بسیار بسیار مهمی برای جلوگیری از این روندی که جهان رو داره به سمت یک فاجعه میبره. امیدوارم بتونیم فرصت باشه باز بتونیم به این مسئله بپردازیم. ممنون و سپاس از شما تغییر روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز برنامه چشمندازها که به این برنامه توجه کردید. براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو میکنیم. شاد باشید. میدونی خدا دقیقا کجا باته؟ همون جایی که میگی وای شانس آوردم، شانس آوردم. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه، بچه منو غریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. چیه بچه مریض من میترسن؟ بچه مریض من بله اونه چه خطری داره؟ بردمش تو انفرادی، داروهاش هم بهش نمیدن و الان بدتر حالش بد میشه. مردم تو رو خدا ما رو حمایت کنید، صدای ما باشید.